قرار است که تا 13 روز دیگر افغانستان در نشست ژنو عملی شدن تعهدات را که در نشست بروکسل به جامعه جهانی سپرده بود روی میز بگذارد. در این نشست افغانستان و جامعه جهانی 24 شاخص و تعهد دو جانبه یک دیگر را بررسی می کنند. از این میان تعهد حکومت افغانستان در بخش پیکار با فساد اداری، ایجاد حکومت داری خوب، برگزاری انتخابات شفاف و آوردن شفافیت در بخش معادن از مهمترین تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل به جامعه جهانی بودند. مسائلی که در 6 ماه گذشته اتفاق افتاده، یک عقب‌گرد در زمینه مبارزه با فساد و پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری و ایجاد شفافیت در سکتور معادن می‌بینیم. راه اندازی برنامه توانمندسازی اقتصاد زنان تا نیمه های سال 2017، راه اندازی برنامه میثاق شهروندی کم از کم در 2000 روستا تا ماه دسامبر سال 2017 نیز از تعهدات دیگر حکومت افغانستان به جامعه جهانی بودند. هنوز فساد در سر تا سر ملک قوغا میکنه، ناامنی و مواد مخدر چالش بزرگ دیگری است، فقر و بیسوادی و بیکاری مسئله اصلی در کشور ماست. حکومت هیچ نوع دستاوردی در این باب نداشته و ندارد. حق تس نړیوال غوړی په اندازه باندې نه دی رسیدلی، خو بیا هم نظر مخکې کلونو ته اوس نړیوال لپاره ثابته شوی د حکومت یا دولت د تصمیم لري سره د فساد مقابل کې مبارزه وکړي. منابعی میگویند که در روز دوم نشست ژنو 6 کشور دخیل در روند گفتگوهای صلح افغانستان پشت درهای بسته درباره صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. تعریف ما از صلح باید مشابه باشه و همی اساس رقابت ها بتانه به طرف به یک حرکت باشه و یک مسیر و ما جلوگیری کنیم از عدم هماهنگی چی در سطح منطقه و چی در داخل خود افغانستان. نشست ژنو با حضور 70 کشور و 30 سازمان جهانی قرار است به روزهای 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شود. یکی از مسائل مهم دیگری که افغانستان در نشست ژنو به آن به جامعه جهانی پاسخ خواهد داد، آمادگی ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی است.